سلام، توی ویدیو قبل در رابطه با خرید درون و نکاتی که باید رعایت بکنیم که بتونیم با توجه به نیازمون و بودجه‌مون بهترین پرنده رو انتخاب بکنیم صحبت کردیم. پیشنهاد میکنم حتما بریم اون ویدیو رو ببینیم. توی این ویدیو قصد داریم در رابطه با استفاده از درون و نکاتی که باید قبل از پرواز و در حین پرواز رعایت بکنیم صحبت بکنیم. اولی مورد باتری های پرنده. قبل از شروع پرواز باید باتری هامون رو به صورت کامل شارژ بکنیم. زمانی که چراغ چشمک زن روی شارژرمون از حالت چشمک زن به حالت ثابت تغییر بکنه، نشون میده که باتری ما به صورت کامل شارژ شده. و همچنین هر کدوم از این چراغ های چشمک زن نشون دهنده 25% شارژ باتریه. به طور مثال اگه دو تا از چراغ های ما کامل روشن باشه، نشون دهنده این که دستگاه ما 50% شارژ داره. حتما قبل از روشن کردن پرنده قفل گیمبال و همچنین بازوهای پرنده رو باز بکنید. برای روشن کردن پرنده ابتدا کلید پاور رو فشار میدیم، بلافاصله رها میکنیم و دوباره فشار میدیم، نگه میداریم تا زمانی که پرنده کاملا روشن بشه. برای رادیو کنترل هم دقیقا به همین صورت ابتدا استیکا رو نصب میکنیم و همین مراحل رو طی میکنیم تا رادیو کنترلمون روشن بشه. دو تا نکته هست که قبل از روشن کردن پرنده حتما باید به اونا دقت بکنیم. یکی این که اول باید رادیو کنترلمون رو روشن بکنیم، بعد پرندمون. نکته دوم این که قبل از روشن کردن پرنده مود دستگاهمون رو چک کنیم که روی حالت اسپورت نباشه. چون زمانی که پرنده روی حالت اسپورته، حرکت پرنده به صورت خیلی سریع و ناگهانیه و ممکنه ما پرنده رو تو مود تیک آف بکنیم و با کوچکترین حرکت استیک اون پرنده خیلی سریع عکس العمل نشون بده و با موانعی که ممکنه تو محیطمون باشه برخورد بکنه. پس حتما به این دو تا نکته دقت کن. تا اینجا یه کار در رابطه با نکاتی که قبل از روشن کردن پرنده و رادیو کنترل باید رعایت بکنیم صحبت کردیم. حالا میخوایم در رابطه با نکاتی که قبل از روشن کردن موتورها و شروع پرواز رعایت کنیم صحبت کنیم. اولین مورد، باید محیطمون رو کامل بسنجیم و موانعی مثل تیرهای چراغ برق، درخت، سیمها یا دکلهای مخابراتی که توی محیطمون هست و ببینیم و موقعیت مکانی اونا رو حدوداً توی ذهنمون بسپاریم و در این پرواز حواسمون به اونا باشه. دومین مورد، در رابطه با مناطق پرواز ممنوع. حتما قبل از پرواز باید چک بکنیم که توی مناطق پرواز ممنوع نباشیم. یه ویژگی که کلاً پرنده های دی جی آی داره، توی مناطقی که پرواز ممنوع باشه دستگاه اصلا روشن نمیشه و پرواز نمیکنه. ولی این مناطق محدود شده مناطق فرودگاهی و مناطق حساس نظامی توی این نقشه ها ثبت نشده. پس حتما قبل از شروع پرواز این مناطق رو چک کنیم. و من هم توی ویدیویی که به زودی درست میکنم در رابطه با ثبت پرنده و گرفتن پلاک، در رابطه با این مورد به صورت مفصل کامل براتون توضیح میدم. اون در رابطه با انتخاب سوژه و حرکت پرنده است. قبل از اینکه پروازمون رو شروع بکنیم باید تصمیم بگیریم که قرار چه سوژه‌ای فیلم بگیریم و اینکه تو چه مسیر قرار حرکت بکنیم و تو چه زاویه از سوژه‌مون فیلم بگیریم. نباید به این حالت باشه که اول پرنده رو پرواز بدیم، بعد اینکه پرنده رفت تو آسمون تازه بخوایم سوژه رو انتخاب بکنیم و اینکه حرکت از زاویه‌ای که قرار شروع پرواز کنیم اون موقع انتخاب بکنیم. چون با این کار فقط درصد باتریمون از دست میدیم و برای جلوگیری از اینکه شارژمون زود تمام نشه خیلی سریع شروع کنیم فیلم برداری و فیلممون چیزی که انتظار داریم نشه. پس حتما به این موردم دقت بکنیم. مورد چهارم، قبل از شروع پرواز حتما تنظیمات مربوط به دوربین مثل ایزو، سرعت شاتر یا تنظیم وایت بالانس و یا نصب فیلتر ND اگه نیاز باشه و حتما قبل از اینکه پروازمون رو شروع کنیم و زمانی که پرنده روی زمینه حتما این تنظیمات رو انجام بدیم. برای روشن کردن پرنده استیک سمت راست رو به سمت چپ و پایین میدیم و استیک سمت چپ رو به سمت راست و پایین به طور همزمان قرار میدیم. پرنده به صورت اتوماتیک روشن میشه و تا یه ارتفاع حدود 1 متر پرواز میکنه، ثابت میمونه، منتظر میمونه که ما دستور بعدی رو بهش بدیم. اگر هم نخواهیم، یه گزینه روی صفحه نمایشگر هست توی نرم افزار که اگه اون گزینه رو نگه داریم پرنده به صورت اتوماتیک روشن میشه، تا اون ارتفاع مشخص بوده 1 متر میره ثابت میمونه. نکته ای که قبل از پرواز بهش دقت بکنید اینه که اگه قرار پرنده روی زمین قرار بدیم و اون زمین ما سطح حالا خاکیه یا اینکه گرد و خاک داره، ممکنه زمانی که موتورها روشن میشه این گرد و خاک به داخل پرنده نفوذ بکنه و در طول زمان واسه پرنده ما مشکل ساز بشه. پس حتما از پد مخصوص استفاده بکنید. یا اگه دسترسی ندارید پرندتون رو روی سکوی یا سطح تمیز قرار بدید یا اینکه از یه تیکه مقوا یا پارچه مناسب استفاده بکنید.
و همینطور پیشنهاد من اینه تا زمانی که تسلط کامل روی کنترل و پرواز پرنده پیدا نکردید، از تیک آف یا فرود پرنده روی دستتون خودداری کنید، چون ممکنه ملخهای پرنده به دستتون آسیب بزنه. حتما به این نکته دقت کنید. قبل از شروع پرواز ممکنه یه سری ارور روی صفحه نمایشگر نرم افزار دستگاه نمایش داده بشه، مثل حالا کامپاس ارور یا جی پی اس ارور. کامپاس ارور رو میتونید با کالیبره کردن سنسورهای دستگاه برطرف کنید. حالا طبق اون سه مرحله دستورالعملی که توی نرم افزار بهتون نشون میده، اون مراحل رو طی کنید، دستگاهتون کالیبره میشه و این خطا از بین میره. خطای مربوط به جی پی اس مربوط میشه به ضعیف بودن سیگنال جی پی اس شما. حالا ممکنه شما توی محیط سربسته باشید یا اینکه موانع سر رو باشه سیگنال شما ضعیف باشه، و این ممکن زمانی برای شما مشکل ایجاد کنه که پرندتون بخواد از ویژگی برگشت به خانه اتوماتیک استفاده بکنه و چون موقعیت دستگاه شما دقیق ثبت نشده روی نرم افزار به مشکل بخورید و پرنده نتونه برگرده به خونه. پس حتما به این دو تا نکته هم دقت بکنید. اگه بخوام یه توضیح در رابطه با استیک های پرنده بدم، هر کدوم از استیک های ما توی چهار جهت تغییر حالت میدن. استیک سمت چپ ما جهت بالا و پایین جهت تغییر ارتفاع پرنده، و استیک چپ و راست جهت چرخش پرنده به دور محور خود استفاده میشه، و همینطور استیک سمت راست بالا و پایین برای جلو عقب رفتن پرنده، و همچنین استیک چپ و راست برای سمت چپ و راست رفتن پرنده استفاده میشه. و همینطور اگر المان مربوط به گیمبال به سمت چپ و راست تغییر بدیم، گیمبال و دوربین ما تو محور عمودی به سمت بالا و پایین تغییر میکنه. توی نگاه اول شاید استفاده و کنترل درون خیلی راحت به نظر برسه و بگیم آقا کاری نداره، ولی در عمل زمانی قرار باشه شما خیلی فیلم حرفه‌ای ضبط بکنید، نیازه که چند تا از این حرکت‌ها رو به صورت همزمان با هم انجام بدید و شاید نیاز باشه همزمان با اینها زاویه گیمبالتون تغییر بدید. اینجاست که کار سخت میشه و نیاز به تمرین و مهارت زیادی داره. نکته خیلی مهمی که در حین پرواز باید بهش دقت بکنید اینه که پرنده رو تو خط دید مستقیم خودتون قرار بدید. این که بتونید پرنده رو به صورت کامل ببینید و اینکه ممکنه موانعی که سر راهتون باشه و به صورت کامل ببینید. اما شرایطی ممکنه پیش بیاد که نیاز باشه شما پرنده رو از خط دید مستقیم خودتون دور بکنید یا اینکه موانعی سر راهتون باشه. در اینجور مواقع سنسورهای مان سنگ به کمکتون میان. ولی زمانی که دستگاه شما سنسور نداشته باشه مثل دستگاه من، شما نیاز دارید که روشی پیدا بکنید که از برخورد به موانع جلوگیری بکنید. زمانی که پرواز شما به صورت مستقیمه، یعنی تو جهت دید دوربینه، خب شما موانعی که ممکن سر راهتون باشه میبینید و از برخورد باشون جلوگیری میکنید. اما زمانی که نیازی که شما به سمت عقب یا جوانه پرکت بکنید، طبق تجربه روشی که من به دست آوردم اینه که قبل از اینکه شروع به حرکت بکنید، زمانی که پرنده ثابته، به سمت اون مسیری که قراره توش حرکت بکنیم پرنده رو میچرخونم و با دید دوربین اون مسیر رو چک میکنم. زمانی که خیالم راحت شد که مانعی بر سر راه هم نیست، پرنده رو به حالت اول برمیگردونم و حرکت خودم رو حالا به جانبی و به عقب شروع میکنم. طبق به تجربه من این روش جواب داده و تا الانم ازش استفاده کردم و مشکلی نداشتم. در رابطه با ویژگی برگشت به خانه اتوماتیک یا همون RTH یا ریترن هوم بخوام توضیح بدم، تمام پرنده های DJI این ویژگی رو دارن. یعنی زمانی که ارتباطشون با رادیو کنترل قطع بشه، حالا یا باتری رادیو کنترلتون تمام بشه یا پرنده از برد رادیو کنترلتون خارج بشه، پرنده به صورت اتوماتیک تا یه ارتفاع مشخص بالا میاد که شما قبل از پرواز اون ارتفاع رو باید توی نرم افزار تعیین بکنید و سعی کنید از تمامی موانعی که ممکنه تو اون محیط باشه بالاتر باشه. پرنده تا اون ارتفاع بالا میاد و توی خط مستقیم به سمت نقطه شروع پرواز خودش شروع به حرکت میکنه و به محض رسیدن به اون نقطه فرود میاد. ممنون که ویدیو منو تا اینجا نگاه کردید. این ویدیو حاصل 2 سال تجربه استفاده من از این پرنده هاست و امیدوارم که برای شما مفید باشه. اگه از ویدیو من خوشتون اومد ممنون میشم که لایک کنید، و همینطور اگه سوالی داشتید حتما برام کامنت بذارید.